این سامانه. سامان پارسال خط تلفن خونگیش رو به کسپین بی عوض کرد و حالا ماهیانه فقط 12.50 دلار پرداخت میکنه. این یعنی توی یک سال گذشته بیشتر از 400 دلار پس انداز کرده. تازه علاوه بر این، خط جدیدش 15 قابلیت جالب مثل نمایشگر شماره، پیغامگیر و کال فورواردینگ داره که خطهای قبلی نداشتن. حالا تنها سوالی که مونده اینه که سامان با این 400 دلار چه کار میتونه بکنه؟ شما هم از هر کجای کانادا که هستید همین الان به کاسپین ویو تماس بگیرید و پس انداز کردن رو شروع کنید. caspianwave.com. آقای مهندس دلنگیز تلفن. آقای مهندس دلنگیز تلفن. آقای مهندس دلنگیز تلفن. چیه؟ کیه؟ ما با شما هست، بفهم. الو، این زنه کی بود؟ کدوم زنه؟ ما زن اینجا نداریم. ببین من خر فرض نکن، صدای زنه رو شنیدم. آه، این آقای ابراهیمیه. مثل که خودم هر روز دارم با آقای ابراهیمی حرف میزنم و من صدای آقای ابراهیمی رو نمیشناسم. بعد یه عمر زن بودن، صدای زن از مرد دیگه تشخیص. نه بابا، به خدا خودشه. این دیروز استادیوم بوده، رفته اونجا فوتبال دیده، تیم مورد علاقهش گل زده، داد و بیداد کرده، صداش اینجوری شده. بیا الان اصلا بزنیم رو آیفون خودت گوش کن. بیا خانم، به خدا اشتباه میکنی. به این خودتون نبودی هر روز زنگ میزدی میگفتی مهندس کوچولوی منو پیجش کن؟ خاک تو گورم، خدا مرگم بده. من ازتون معذرت میخوام. چرا صداتون اینجوری شده؟ خدا بد نده. آقای مهندس راست میگن. دیشب ما فوتبال داشتیم، به تیم حریف ما وسط زمین گل زدیم، انقدر تشویقشو کردیم صدا رو گره. برو، خیالت راحت شد؟ من در خدمتم قربونت بدم. خودتو لوس نکن، یه کاغذ خودکار بردار، لیست خریدو بهت بگم. بگو 12 تا کنسرو قرمه سبزی، 18 تا کنسرو پسنجون. بعد دیگه خودت هم عقلت برسه. قد این دوتا از این کنسروهای برنج دم کشیده آماده، زعفرونی باشه ها. خب 12 تا کنسرو سبزیجات مخلوط، 8 تا برش توک نقلی باشه لطفا. بعدش سبزی خوردن پاک کرده شو برات میخرم. آفرین، زودم بیا خونه، منتظرتم. بای بای. بای بای. به سوز پدر زن زلیلی. والا زن زلیلی هم حد داره جناب رئیس. این آقای مهندس دلنگیز گندشو مسخره کرده دیگه. جناب مهندس، حرفای دوستان درسته دیگه نه؟ والا اگه منظورتون اینه که بنده همسرمو دوست دارم و به حرفاش گوش میدم، بله. ولی اگه منظورتون حرفایی که این دوتا میزنن، خیر. معمولا مردایی که شعار زن زلیلی میدن خودشون از همه ذلیل ترن. نمونهش بفهمون. جناب مهندس صفتری، زیر ناخونا رو نگاه کن آقا. سبز سبز، هفته 7 روز سبزی خورد نکنه برای عیالش شب خوابش نمیبره. جناب مهندس حشمتی، بفرما. لیچ افتاده دستا، اینقدر که ظرف شستش. اون وقت به بنده میگن زن زلیلی. تو خجالت نمیکشی مهندس؟ برای چی قربون؟ به جای اینکه رو خط تولید کار کنی عزیزم، برداشتی نقشه به این با ارزشی رو روش لیست خرید خونه بنویسی. آخه این درسته؟ بابا اینا رو با من با مداد نوشتم، بعدم پاک میشه، مشکل نداره. مهندس جان، من با تو قرارم چی؟ بابا قرار بود تا 30 ما ظرفیت خط تولید آب فراوری شده رو به ماکسیمم به ظرفیت برسونیم. بارکلا. امروز چندومه؟ امروز 28. خیلی خوب. شما بفرمایید با این آقای مهندسینی که رفیقتون هستن اینجا الان دارین چه غلطی می‌فرمایید؟ معمولاً قطعاً قربان، خب ما هم داشتیم روش کار می‌کردیم. بله. در حال این کار ساده‌ای نیست. نه نه، این خط تمام اتوماتیکه، ظرفیتشو بالا بردن این وقت می‌بره، زمان می‌بره. من باید تا آخری ماه 10 میلیون قطر تحویل بدم، چی کار کنم؟ یادتون باشه شما یه قولی به ما داده بودین. چه قولی؟ همون پاداش مهندس منظورشون رو در واقع. خب هنوزم میگم در حقیقت ظرفیت کارخونه که بره بالا تا آخر ماه. بله. من قول میدم به همه تون نفر 5 میلیون پاداش بدم. 5 میلیون کمه، فقط 5 میلیون. نه ببین، به تو 10 میلیون میدم. خب این مقدم عزیز، چرا اینو زودتر نگفتیم به مهندس قضیه پاداشو؟ گفتم الان دیگه. سیوم. آره بزنید، آماده است. چیه بزنم؟ میخواستیم استریپ سورپریزتون کنیم. باره جمع افتا میشه. بله همین الان بزن بریم. خیلی هم عالی.
مهندس کجا میری؟ ای بابا اصلا گوش نمیده. مهندس به شما کجا داری میری؟ چی میگی؟ با شما مهندس چی کار داری میکنی؟ جان دارم سوار آسانسور میشم مشن بجام بده من برم حمل بار با آسانسور ممنوعه. روش نوشتیم که ما مهندسی میدونی دیگه. جان اون حمله بار با اساسی هست، این که اساس کشی نیست. اشتی خود برم خرید خونه هست بده من. بار باره، حمل بار با آسانسور ممنوعه. یعنی راه دیگه ای نداره مشم بجان؟ چرا؟ یه راهی داره، راه پله. و غیر از این؟ غیر از اون یه راه دیگه داره. چیه؟ فقط الان دستم بنده، بذار برم بالا اینا رو خالی کنم بعد میرم. کار امروز به فردا میفکن. از قدیم گفتن. دارم کار امروز رو به فردا نمیافکنم. خودت بگو بس. چی؟ بگو که از من 1000 تومن نشون. 200. باشه، این نگه دار. یه نهچی گذاشتم. به سلامت. از سفرتون لذت ببرید. از سفرتون لذت ببرید. مرد که قارتا زیاد میزنه تو اصلا تحت تاثیر قرار نگیر. صدای زنگ اومد، ببین کیه. برو 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 ببین بهش نگی با من صحبت کردی. یا خب بعد زنگ زنم یه ماجرای دیگه هم راجبش میگم. خدا سلام عزیز گلگلی خودم. بی بخور. نه یه داریم. ببینم باز که نرفتی چشم بازار رو کور کنی؟ اتفاقا گفتم بهترین جنسا رو برای عیال گلاب بذاری که خوبه خوبه. خود تو لوس نکن، موبایل تو واسه چی جواب نمیدی؟ حتما تو شلوغی بازار بوده نشنیده. بذار ببینم. راست میگی، 8 تا میسکال دارم. 8 تا؟ ولی من فقط 7 دفعه زنگ زدم. اون یه دفعه کی بوده؟ بده ببینم. اینکه 7 تاست. بیمزه. پاشو پاشو عزیزم، یک عالمه کار به سرمون ریخته. بچه‌ها امروز میان جلسه خونه ما. گفتم وسط هفته این همه سفارش داری میدی، خبرای هستا. این لوازم من کجاست؟ لوازم چی؟ میخوام برم استخ که مزاحمتون نباشه. منو میخوای با این همه کار بذاری بری استخ؟ قربونت برم، یه شامه، اونم زنگ میزنم برات بیرون میارن دیگه. سعید جان، میخوای با این غذاهای مزخرف بیرون آبروی منو پیش دوستان ببری؟ یا اینکه بدت نمیاد منو دوستامو با هم دیگه مسموم کنی؟ برو که نه، ولی دوستاتو بدم نمیاد. چرا؟ تو چرا؟ من چی چرا؟ تو چرا به عنوان یک زن شوهردار با 4 تا زن مجرد قرار مهمونی میذاری؟ برای اینکه دوستامن، برای اینکه ما میشینیم با هم دیگه راجب کتاب و فیلم حرف میزنیم، برای اینکه آدم نه خیلی خانم، باهاشون میچرخی، برای اینکه هیچ زن شوهرداری مثل خودت پیدا نمیکنی که عاشق کارای مجردی باشه. همه زنای شوهردار فقط با شوهراشون میرن این ور اون ور. سعید جان عزیزم، برو تو آشپزخونه یه کلمه کار به سرمون ریخته. آشپزخونه است داره شام درست میکنه. نفهمیدی این کوش شده قرمه سبزی رو چطور درست میکنه که اینقدر خوشمزه میشه؟ قرمه سبزی؟ سعید قرمه سبزی وقتی دوستان درش این چند ساعتی باید بذارم بمونه، دیگش هم حتما باید مسی باشه. بگو فسنجون هم تو همون دیگ میریزه که خوشمزه بشه. فسنجون؟ سعید فسنجون دیگه فوت و فن خودمه دیگه، هر وقت حواس کردن بگو خودم براشون میپزم میریزیم تو قابلمه میبریم خدمتشون. بهش بگو لازم نکرده، اصلا قیافشو که میبینم اشتهام کور میشه. مامان بگو اشکال نداره، اگرم نخواستم میذاریم تو آژانس براشون میفرست. خیلی خوب. مواظب خودت باش، زیاد خودتو خسته نکن. خدافظ. میش
شوی. یه خانوم برای اینکه همیشه سالم باشه باید چیکار کنه؟ ورزش کنه و ویتامین بخوره. یه خانوم برای اینکه بتونه شوهرش رو نگه داره باید چیکار کنه؟ مدیر باشه. آفرین. حرکت. بیا بهت قرص بدم یه دیگه جرزنی نکنی. خودم من برمیدارم. دست شما در نکنه. با این تفاصیل فکر نمی‌کنین که خانم‌ها از تنهایی دق می‌کنن؟ خاک به سر موقع سعی من شما رو ندیدم ببخشید. بله مشغول کله بار گذاشتن آقایون بودی. بفرمایید. بفرمایید خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. البته سعید من با بقیه مردا فرق داره. تافته جدا بافت. آقا سعید اون سی دی رو واسه من رایت کردی؟ بلا. آقا سعید نمیدونستم هستین وگرنه حتما لپتاپمو میآوردم ویروسی شدم. ویندوز منم نصب نکردی. مال منو که خیلی خوب درست کردی. آقا سعید عزیزم احیانا کاری برات نمونده که بری انجام بدی؟ چرا اتفاقا یه قراری دارم که برم به قرارم برسم. کی قرار گذاشتی که من نفهمیدم؟ با مهران قرار دارم. قراره بریم استخر. شام رو میز براتون گذاشتم آماده است. بای بای. خدافظ. جواهر. سلام مهران جان. خیلی هم عالی. نجاتم دادی. ببینم ظرفا رو خوب شستی؟ بله. همه جا رو خوب گردگیری کردی؟ بله. زیر ما پشت تلویزیون یه ما غذای چیزی نمونده باشه. خیلی خب حالا تو هم خودتو لوس میکنی. زنم مهمون داشت خواستم بهش کمک کرده باشم. برو بریم استخدیشو برو. خاک چو سبزه بردم از سر تو. برو باز تو یه بچه رو یاد گرفت. خیلی خوب صحبت کردم. میخوام برم لبامو بزن شبیه آنجلینا جولیم برم. بفرمایید دیگه. منتظری من بیام شیپور حمله رو بزنم. خواهش میکنم. همین یه پر کاهو رو بکنم کل کالریای امروز هم گرفتم. محسنه جون میدونم اون خوراک زبون چند کالری داره؟ دیگه اون قدام نیست جینوس جون. من حساب تمام کالریایی رو که میگیرم دارم. وگرنه اینقدر باربی نبودم که. ولی خودمونیم سیمین جون. غذاهایی که شوهرت پخته خیلی وسوسه انگیزه. دست پختش که خیلی خوبه. فقط اشکالش اینه که اصلاً حواسش به کالری غذاهایی که میپزه نیست. سیمین جون، این آشپز به این منظورم اینه که شوهر به این خوبی رو تو از کجا گیر آوردی آخه؟ ای بابا من گیرش نیاوردم عزیز دلم. اون منو گیر آورد. سعید واقعاً عاشقم. واه. قدر درگیر منه. که یه وقتای دل خودم هم برش کباب بشه. بابا خب این راز خوشبختی تو به ما هم بگو دیگه. رازش اینه که سیمین جون همیشه شوهرشو به دهکار نگه میداره. همچین شوهری هم گیر من میومد. اصلا آدم همچین مردایی رو که میبینه به زندگی امیدوار میشه. الو عزیزم چرا گوشی رو بر نمیداری؟ من نگران شدم. نیم ساعت پیشم زنگ زدم. تو استخ بودم قربونت برم. تو استخ که نمیتونم موبایل رو ببرم که. آقا مهرانم باهاته؟ بله. سلام سیمی خانوم. مهران هستم. حالا شما خوبه؟ خیالت راحت شد؟ سعید زود بیا خونه کارت دارم. باشه؟ باشه باشه. زود میام. خدا چیه؟ زول زدیم به من شوهر ندیده ها؟ چرا زول زدیم به من؟ حالا من فکر نکنم بابا تمام موقعی که بچه بودی اینقدر تو کارات فرق میکشید که این زن تو کارهای تو فرق میکشه. موقتیه درست میشه. پسر دو سال از موقعی که من نصیحت مشفقانه تو رو میکردم میگفتم زن نگیر گذشته دیگه کی درست میشه؟ حالا که گرفتم. حالا که گرفتی سریع حالا بچه دار شو. بچه دار شم؟ واسه چی؟ وقتی بچه دار بشی سیمین سرش تو خونه با بچه گرم میشه. خیلی هم عالی. آفرین. فکر خوبیه. ایشالا. بالاخره یه بار دل دادی به حرف و نصیحت های رفیقت گوش کردی. آره دیگه. بچه دار شم حداقلش اینه که سرم گرم میشه تو زندگی. مجبور نیستم با تو این نکبت بیام اینجا استخ آب گازی بکنم. مردش بده به من. شرم. یه پرکو بیشتر
مارش زنگ زدم عزیز من گفت یک سال دیگه وقت نداره. وای مادر از خونه مارشگرا و حالگیرا بدبختی رو می‌بینی؟ بدبختی رو می‌بینی؟ اگه یکی ناقافل یه مهمونی داشته باشه رو دروازه هم داشته باشه تکلیف چیه حالا؟ من وقتی بهتون میگم ما به عنوان زن از ابتدایی ترین حقوقمون محرومیم باور نمی‌کنی. ای بابا خیلی هم عالی. فقط زود به ما میرسه ها. بابا هیئت مدیره جلسه گذاشته. می‌خوایم یه اطلاعیه هم برای آلودگی صوتی بزنیم. این شب یه مراسم فیومه. یه مراسم خاک سپاری بوده. میدونم دیدین یا نه. چرا تا پارادی داریم هیچی نمی‌بینید. زن و چه لباسایی پوشیده بودن. چه لباسایی پوشیده بودن. دلم می‌خواد. دلم لک زد یه دکولته بپوشم. برم سر قبر بابای خدا بیام. خدا رحمتش کنه. بیا بریم. خدا بزنه. 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 خدا آخه خانم های بی ملاحظه بابا بل کنید این آسانسور رو. منو نگاه فهمیدی شبنم عروسی کرد؟ نه میتونید که دنبال کاره مهاجرتش بود. مهاجرت منظورش اینه که دنبال شوهر تو که باش قر بودی و فلان و الان خبرش رو از کجا داشتی؟ تو فیسبوک هم خوندم. فیسبوک اون که فیلتره. چیه؟ باز سعید پول شارژو نداده؟ جای آتیش گرفته؟ بمیرم الهی جایتون درد گرفته؟ حالا از دست ما چه کاری برمیاد؟ من چی میگم شما چی میگید؟ خانم دلنگی یه ساعت در آسانسور نگه داشتیم. حالا ببخشید تو رو خدا نمیذارم با یه خدافزی سیر دل بکنیم. دوستتون دارم جمعون خدافز. عزیزم سلام من اومدم. اینجایی؟ هنوز شامتو نخوردی؟ وای مگه با وجود این رکسانا و ژینوس میشه شام خورد؟ یه ریز گفتن این 1000 تا کالری داره، اون 2000 تا داره، این 3300 تا داره، گفتم گردن. فکر میکنن جذابیت زن به این حرفاست. تو چرا دیر کردی؟ من هیچی گفتم شما تا شام بخوریم میام دیگه. سیمین جونه میگم ها بیا بچه دار شی. وا یه کاره این موقع شب چه وقت بچه دار شدنه؟ منظورم کلن بود. خیلی خب من خستم میرم بگیرم بخوابم. بخوابی؟ تو یادت رفته دستای من به مایز حساسیت داره قلوب قلوب بیزنه بیرون؟ این همه ظرف کی بشوره؟ بیا قربونت برم یه ظرفا رو بشور. خدا پدرت هم بیا مرزه. بعدن که اومدی توی اتاق راجبه این موضوع حرف میزنیم. عزیزم تو تا کی میخوای به این وضعیت ادامه بدی؟ چشم اگه من اولا وضعم کاملا راضی ام، هیچ مشکلی هم ندارم، خیلی هم عالیه. تا اگه مشکلی داری بگو. دیوونه ای دیگه، دیوونه شا خودمون نداری. مرسی آقا. اگه دیوونه نبودم که رفیقم تو نبودی. چطور مگه؟ بدبختی نگاه به خودت بنداز، موات سفید شده. هنوز زن نگرفتی. وقت داری پنبه زن منو میزنی؟ میگم این خانمه کیه که با مقدم اومد تو؟ دخترش بسه محمد سلاخ گرفته. اه بس چی؟ اشان گرم مشکل داشتن اتنا بیار بیچاره. آخ آخ تفتکی پنیرش هم اینگو دوزیده. ولی من هیچ وقت سیمینو طلاق نمیدم. هیچ وقت. کاش انقدر که تو فکر سیمینی ها اون یه ذره به فکر تو بود. ببین مطمئنم همین الان در همین لحظه داره به من فکر میکنه. شما تصور کنید بازدید از برج ایفل، مسافرت با کشتی، اونم کجا؟ اوی دیدونا قدم زدن تو خیابونای زیبا و رویایی شانزلیزه. وای 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 آلپو در نظر بگیر. شما بریم بالا اسکی کنیم بیان پایین. اسکی کنیم بیان پایین. ما رو چرخ و فلک های لندن هم میبریم. بله که میبریم، فقط به شرطی که رفتین اون بالا جیغ نکشیم. جیغ؟
نمیزنه. ببخشید ما میتونیم یه معاشرت اولیه با تور لیدرمون داشته باشیم؟ من یعنی خواهش میکنم، تور لیدرتون خودم. ببخشید مگه تور لیدر ما خانم نیست؟ البته اگه بخواین ما تور لیدر خانم هم داریم. آره آره، خودتون یه قیافه قابل اعتمادی هم داشت. اومدم سلام عزیز دلم. مردم، چه ترافیکی، چه دود و دمی، از این آژانس به اون آژانس، از این خیابون به اون خیابون، اصلا کلافه شدم. قربونت برم، چرا آژانس گرفتی؟ میگفتی خودم با ماشین میومدم دنبالت، مگه من مردم؟ اون آژانس رو که نمیگم، یه آژانس دیگر رو میگم. حالا خیلی گشنمه، یه چیزی هست بخوری؟ شام برات درست کردم مامان، الان میرم برات میارم. حاضر. دیشب میخواستم راجع به یه موضوعی با صحبت کنم، نشد. چه موضوعی؟ سیمین جان، قربونت برم، چرا نمیای بچه داشی؟ بابا این موضوع تکراریه دیگه، صد دفعه راجبش با هم دیگه حرف زدیم. خب آخه من چیکار کنم؟ من دلم بچه میخواد، دلم لک زده یکی بهم بگه بابا 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 بابا. خوبه. جدی بهت گفتم بابا جون، من مگه چقدر جون دارم؟ چطوری میتونم هم یه زنی باشم که فعالیت اجتماعی مستمر داره و هم یه مادر نمونه؟ نمیتونم. ببین بهت قول میدم حمله بارش با تو از موقعی هم که به دنیا اومد هر کاری داشت دیگه بعدش با خودم. بی ادب، نکنه دلت میخواد یه بچه بذاری تو دامن من، خودت هر کاری خواستی بکنی؟ سیمین تو راجب من واقعا داری اینجوری فکر میکنی؟ حالا نه اینکه همین الان راجبت اینجوری فکر کنم، ولی اصولا فکر میکنم مردا اینجوریه. مگه مردا چجوریه؟ عزیزم این بحث کلن منتفیه. بابا فکر کن من همین آخر هفته میخوام با دوستان برم دور اروپا، حالا مثلا حامله بودم، وای خدا بدون. کجا؟ دور اروپا. نه خیر نمیشه بری. گفتم که نمیشه بری. چرا؟ چرا نداره، همین که گفتم. یعنی چی؟ یعنی که و اگه بگم میشه بری اون وقت تو فکر میکنی من دارم تو رو میفرستم بری مسافرت که خودم هر کاری دلم خواست بکنم. اومد این مهندس کوچولو من، من خیلی دلم میخواد مسافر برم. اینجوری که گفتی شاید بشه یک فرنش کرد. چقدر میشه خرجش؟ خرجش؟ من خیلی اقتصادی حساب کردم، کلا تور اروپا با خرج روزانه و پول سوغاتی و علو بلا اینا همش میشه 10 میلیون. 10 میلیون؟ از کجا میخوای بیاری این همه پولو؟ وای خدا شوهر عزیزم رو زنده نگه داره. حالا که اینجا رسید شوهرت عزیز شد. وا شوهرم همیشه عزیز بوده، همیشه دوستم داشته، همیشه حواسش بوده که من پیش دوست آشنا کم نیارم. سعید تو رو خدا یه کاری نکنی من پیش این دختر رو کم بیارم، و میدونی که چقدر حرف درارم. من 10 میلیون پول از کجا بیارم؟ اون هدیه قلمبه‌ای که قراره به خاطر راه اندازی خط تولید جدید بهت بدم من رو اون حساب کردم. اونا کجا میدونی؟ میدونم دیگه، همون شب بعد مهمونی همونجا تو اتاق خواب گفتی، نکنی یادت نیست؟ تو که اون موقع خواب بودی؟ اون قسمت چو بیدار بودم. ببینم اصلا تو چه نقشه ای واسه این 10 میلیون داری؟ نکنه فکر و خیالاتی تو سرته؟ نه قربونت برم، گفتم فردا بچه دار میشیم، بچه هزینه داره، خرج داره، باید براش پسند باش کنیم. بچه رو که زدیم تموم شد رفت. اصلا ببین من هنوز گلم بچه هم، چی هی پاچه بچه میکنی بابا؟ نکنه دیگه دوستم نداری که اصلا هی میگی بچه بچه. نه قربونت برم من، برای آقا داره روز به روز علاقه به تو بیشتر میشه. گل گل گلی. میدونستم اینقدر بزرگ بودی که رومو زمین نمیندازی. فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که وقتی برگشتی بچه دار بشیم. باشه عزیزم. بفرمایید آقای مهندس، فعلا این فرمو پر کنید. ما این فرمو پر کنیم دیگه پاداشو به ما میدن دیگه. آره انشالله یه دو سه ماه دیگه. دو سه ماه دیگه؟ ما قرار بود خط تولید کارخونه که راه افتاد پاداش ما رو بهمون بدن دیگه. درسته، ولی خط تولید کارخونه از نظر حسابداری کی راه میفته؟ وقتی که درآمدش بیاد به حساب کارخونه. حالا از نظر شما کی این اتفاق میفته؟ همون دو سه ماه دیگه. دو سه ماه دیگه؟ بابا تا دو سه ماه دیگه برفای آلپ تمامش آب شده، اون وقت ما چطوری اسکی کنی؟ اشکالی نداره عزیزم. شاید قسمت نبوده بری، شاید خیرش توی این میده، مگه تو هم سرمایه هستی؟ سعید من این حرفا حالیم نیستش. اسکی توی برفای آلپ برای من ضروریه. امشب یا با پول میای خونه یا میای خونه خودم پولت میکنم. تهدیدی؟
مهران جون، دستم به دامنت، فقط تو میتونی به من کمک کنی. خیلی حالم بده. پاشو. پاشو سر بریم پیش دکتر. دکتر؟ Listen, I'll send you $1,500 tomorrow morning and you just give me your account. Let me just moment please. Hello. ياسر يا حلو حبيبي، شو اخبارك؟ مساك طيب؟ اقول لك دزيت لك 1,500,000 درهم. ها الو، لحظه الو، شو قاوريش دا؟ كانيشنا باتشمو تنيرنيتش. خراشو بابا با من دکتره. الو مستر کومار، اگه نمیبینی عزیز من، نبض اقتصاد مملکت دستشه دیگه. شما بیکار وای نستین، یه چک بنویسین برای سه ماه دیگه. بله چش. اوکی تم کدر آتای پیسا؟ پیسا بالکل نہیں ہے. میرا دوست نام کیا ہے؟ دلنگی جان، همون طوری که به این راحتی پولو میگیری، به همون راحتی هم چی؟ پس میدی. رو چشم. وگرنه به همین راحتی پولت میکنم. Understand؟ تا سه ماه دیگه که سهله، حتی زودتر ممکنه برش گردونم. سعید جون دیگه مشکلی نداری، حل 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 بزن بریم دیگه. یه لحظه قربون دستت. دکتر جون فردا خداحافظ. مرسی حسین جان، خسته نباشی عزیزم. آقا هزار این هم از این $70 رو من ایلی هم عالی. بزن بریم دکتر جون فردا. آه یه برم اینجا دو این آه خودش خراب بشه اینو رو. چی؟ چی؟ هیچی میگم این سنگین این بارا، حتما اونجا یه بار بردی کمر محورت خراب نشه. برو 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 من اومد برو برو من اومد. آقا این ماشین ما رو بپا، ما سریع برگشت الان میاد. برو بگیم بودو 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 عکس بگیرم از اتون. بله بودو آقا افشین، آقا افشین اینم بگیر، اینو بگیر. خیلی سنگینه. بایسا سعید، از دوری من زیاد غصه نمیخوری یا؟ چشم عزیزم، سعی خودم رو میکنم. حالا که اینجوری منم بهت قول میدم که هر جا که رفتم جاتو خالی کنم. خب زحمت میکنم. خواهش میکنم، بعدم اینکه من از همه نظر خیالم جمع باشه دیگه. از چه نظر؟ از همه نظر مخصوصا. ها آره آره حتما، خیالت راحت باشه. بوش دیرم شو سعید جونم. سیمینم آره نه اینجا فروت باید نمیشه. آقا یکی از شما بگیرم. بیا پدر جان بیا، دستت درد نکن. اومدم قربونتون برم جیره من. الان میام اون دلاپی قورتتون میدم. دیگه دایی جون رو اذیتش کرد. نه بابا اشکالی نداره. این خرسواری که اینجا میده پیش سواری هایی که به سیمین رو میده هیچ هیچ جفتک زده است. خانجون چایی تو رو بخوریم با تو تخوش. ای کاش سیمین وقتاشی بچه برام میابد. ببین چه کیفی داره آخه. آخه مقصر خودتی، اگه از روز اول وانه میدادی رو نمیدادی کارت به اینجا نمیکشی. مگه کارم به کجا کشیده پدر جان؟ حیف که بچه اینجا، وگرنه به شد میگفتم. ببین پدر من، زن و شوهر یه تعهداتی دارن نسبت به هم که باید رعایت کنن. اون رعایت نمیکنه دلیل میشه که منم رعایت نکنم که. یه خود صبر کنین، بالاخره مطمئن باشین اونم دست از این کاراش بر میداره. آ دیگه کی داداشون، زندگی شده جهنم. خواهر من از زندگیم راضیم، مشکل من فقط بچه است. اونم سیمین قرار شد یه ما دیگه که از اروپا برگرده بچه دارش.
اروپا. نفس بکشین، دقت کنین، این همون آلپیه که من بهتون قول دادم. اینجا که بیشتر شبیه دیزین خودمونه، تور لیدر جونم عزیز. فرقایی داره دیگه، مثلا برف خارجی. اصلا شما دقت نمی کنین، هواش که به کنار، توی تهران دیزین و نم شمشک و این و اون همش استراتوس ابرا، اینجا پر از کلمبوس های گرد و کلمبوس های نام شدم بچه. یاده هیچ نسانه که مفتدم که پدرم واسه تولدم من آورد دامنه های آل. من رفتم بچه ها، من میرم. وای چقدر خوبه، من رفتم. وای اینجا سرپاینیه، باید اون پایینی مقدار خطرناک اگر جرعتی داره. افتاد؟ ببینید شما شاهدی، من گفتم نرو دیگه. یعنی چی؟ من گفتم از این بر نرو. منظورتو نمیفهمم. ببینید اینجا میره میخوره به یه دره، بعد اون دره منتهی میشه به یه دونه یخچال طبیعی که افتاده اون. بریم ببینیم چی شده. مرده. این آخرین عکسیه که من از سیمین گرفتم. تسلیت میگم. نمیخوای این لباس سیاه تنت در بیاری؟ مهران هر کاری که میکنم نمیتونم از فکر سیمین بیام بیرون. نمیتونم، نه که نخوام، نمیتونم. آقای مهندس خیلی
تسلیت میگم بهتون. خیلی ممنون خانم، خیلی ممنون. تسلیت میگم آقای مهندس. خیلی ممنون، اتفاقا ظهرم اینو فرمودین، متشکرم. خیلی سخته نه؟ نه کاری نداره، الان براتون جمع میکنم. زندگی رو میگم، تنهایی. شما هم خیلی تنهایید نه؟ مثل آه بله، خب تنهایی که خیلی سخته، اما شما که ماشالله هزار ماشالله خانم با این وجاهت، چرا دوباره ازدواج نمی کنید که از تنهایی در بیایی؟ آخه میدونین چی آقای مهندس؟ به نظر من اتفاقا در این مورد اصلا نباید عجله کرد. مگر اینکه یکی پیدا بشه که از شوهر قبلیم بهتر باشه. آه چه جاله. اتفاقا منم تو این فکر بودم که اگه یه موقعی بخوام دوباره تن به ازدواج بدم، دوست دارم که همسر جدیدم امتیازات بهتری داشته باشه نسبت به همسر قدیمه. چه تفاهمی داریم من و شما، جالب. فرمود اون دوسته با بله بله خلاف شهر کرده؟ نه اختیار خودشون باشه. میبخشون این شوهر قبلیشون، منظورم شوهرهای قبلیشون بله. مردن یا هایی که جدا شدن؟ نه خیلی نمردن، جدا شدن، یعنی اهل زندگی نبودن. تشکیس من این بود که یاد برن نوبال کارشون. بله تبریک رفتقال عروس خانوم. سعیده یه اینجا بود جانم بابا جان، جانم تو خدا مرگم بده داداش. خدا نکنه. چی شده؟ چی شده؟ مرجان باره چار و نوشه داره ازدواج میکنه. آره میدونم. میدونی؟ آره مگه چیه؟ منم دفعه دوم همه دارم زن میگیرم. آخر میدونی چرا طلاقو گرفتن اونا؟ من چی میدونم، حتما خوب شوهرهای خوبی نداشته لو. از کجا معلومی که دختر ما قصر نبوده؟ نه جان که اصلا اینجوری نیست. بعدش هم من که مشکلی ندارم، من خیلی هم احساس خوشبختی میکنم و همه چی هم عالیه. حالا که آروم شده لرزه دل من با صد میلرزه، حالا که داشتن دستات به همه دنیا میارزه، حالا که چشم انتظارم که تو برگردی کنارم، که همیشه با تو باشم، این حال دارو ندارم. خوب دنیا هرچی خواستی سر جاشه، انگاری خدا همین جاست، واسه دنیا مال ما خوب دنیا هرچی خواستی میزن. بدبخ میکنه، بدبخ میکنه، میشره میکنه زن. خیلی هم عالی، میبینم مشغول به کاری، خسته نباشی. به پای شما که نمیرسی مهندس. کیف به دست و بیبار و بندیل. میبینم که خرید مریدم نکردی شما. بله دیگه، به هر حال خانومم. خانومم زهر مار، خانومم خنده نداره که. خانم جدیدم گفته از این به بعد دیگه لازم نیست خرید کنی. آقا مهندس تازه اولشه، یه خورده گذشت خورده فرمیشتا شروع میشه. اون موقع تازه میگه اینو بذار اینجا، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بخور، اینو نخور. تموم شد اون دوره مشتم به جان. این تو بمیری با اون تو بمیری یا فرق داره؟ حالا میفهمی که این تو عمری همون تو عمریه. میبینیم هم دیگه رو میبینیم. بگینم دیگه احتیاجی نداری، بفرمایی. زمنان از سرایداریتون لذت ببرید. ببخشید، مثل اینکه طبقه رو اشتباه آمده. ببخشید آقا سعید، منزل خودتونه، بفرمایید تو. آه
هر جان تویی؟ بفرمایید. این شکلی شدی؟ روز خوبی داشتیم؟ ای بد نبود، یکم خسته شدم. تو چی؟ عالی بود، به تمام کارام رسیدم. خونه رو جارو کردم، گردگیری کردم، رخت ها رو شستم، پهن کردم، ظرف ها رو شستم، خشک کردم، زیر تمام میزا رو گردگیری کردم، فرشا رو بردم تو حیاط تکون دادم، پرده ها رو انداختم تو لباسشویی، شستم، اتو کردم، آویزون کردم دیگه. آها، بعدش هم یه سبزی فروش دورگرد اومد، رفتم 20 کیلو سبزی ازش خریدم، پاک کردم، شستم، خرد کردم، گذاشتم تو فریزر. 20 کیلو سبزی؟ سیمین تو کل دو سالی که باهاش زندگی می‌کردم 20 گرم سبزی هم پاک نکرد. بفرمایید. چی هست؟ عینکه. برای شما گرفتم. ببخشید. به. مرجون تو چرا اینجوری شدی؟ خونه رو ببین. اینه برای اینه که شما تو خونه از هر لحاظ آسایش داشته باشی. این چه ربطی داره به این کارا و هندی شدن تو؟ آخه شوهر دومم عاشق سیتا شد، منو ول کرد رفت هند. ولی این به خاطر تفاوت‌هایی که زن‌ها و مردا با هم دارن. دکتر جان گری میگه زن‌ها مونوگمی هستن، یعنی فقط میتونن عاشق یه نفر باشن، ولی مردها پلیگمی هستن، یعنی همزمان میتونن عاشق 10 تا زن باشن. برای همشون هم عاشقانه گریه کنن. من تو ازدواجای قبلیم یاد گرفتم که برای همسرم نقش 10 تا زن رو بازی کنم. عجب. آقا سعید، از این به بعد هر شب که بیاین خونه با یه زن جدید مواجه میشین. من برای تو چیکار کنم؟ شما لازم نیست هیچ کاری انجام بدین. من زنده‌ام که زندگی شما رو رنگ بدم. خوشحالی من تو خوشحالی شما خلاصه میشه. شما که نمیخواین این شادی رو از من بگیرید، میخواین؟ به هیچ وجه. ای عقید، فی عقید تلش هسته، شو با کیف شد، حتام. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Envoyez-nous des renforts, c'est très urgent. Allô le centre, vous m'entendez? Voilà. Là, grouillez-vous ici. Descends. Nous voulons transporter le cadavre. Soyez après, s'il vous plaît. Regarde-moi ça. Descends, descends, je te dis, descends. Positionnez la camionnette juste en dessous du cadavre. C'est un peu plus tard, je dis, Michel. ممنون آقا سعید. عجیب شبیه یکی شدی. میدونی چی آقا سعید؟ شوهر اول من خیلی سریال نگاه میکرد. اون موقع های خانمی توی این سریال های ایرانی بازی میکرد، اسمش قطام. آه همون قطام، این قطام شد. او لالا، c'est la première fois que je vois un tel cadavre. Elle est trop congelée. La pauvre. Elle est entièrement congelée. Son pauvre mari. On y va. Il faut informer sa femme. مرجون من واقعا با تو احساس خوشبختی میکنم. شما که احساس خوشبختی بکنید، منم احساس خوشبختی میکنم. راستی جریان اسپا و این ژاپنی بازی های امشب چیه؟ راستش آقا سعید، شوهر سومم نمیخواد بگی. فهمیدم، لابد شوهرت عاشق بانو سوسانا شده و زده رفته ژاپن. از کجا فهمیدی؟ میدونم دیگه. مرجون تو واقعا خجالت نمیکشی؟ اگه دوستت نداشتم تو الان 100 دفعه حالم ازت به هم می‌خورد. چرا؟ آخه عزیز دل من، این خوبه که آدم برای شوهرش متنوع باشه، ولی نه اینکه شخصیت اصلی خودش محو بشه. اینقدر تو قیافه‌های مختلف دیدم، اصلا قیافه اصلی خودت یادم رفته. یعنی به نظر شما شخصیت من محو شده؟ کاملا. ولی عزیزم، شخصیت من با شخصیت تو کامل میشه. من باید اونجوری زندگی کنم که تو دوست داری. من تو رو همینجوری هم دوستت دارم. میدونی مرجون، تو یه کارایی کردی، تو
تو باعث شدی که من دیگه احساس کمبود نکنم، حتی دیگه دلم بچه نخواد. مگه شما قبلا دلتون بچه میخواست؟ آره، من با سیمین خیلی احساس تنهایی میکردم، ولی با تو نه. خیلی ممنون آقا سعید، ولی اگه شما دلتون بخواد میتونین بچه دارشین. جدی میگی؟ خیلی هم عالی. معجزة غريبة أيضا، امرأة إيرانية تنجو من الموت. طبقا للتقرير الإخبار الذي وصلنا أن امرأة سقطت عليها ثلوج كثيرة ودفنت تحتها ولكنها تنجو من الموت. Miraculous rescue of an Iranian frozen skier. This morning, nella notizia della nostra giornalista, una donna che era congelata nel ghiaccio è ripresa miracolosamente la vita. In esterci domme in stata Irania con senetate completa in tors in Iran. بله، آژانس؟ کدوم آژانس؟ سوسان؟ سوسان؟ سوسان چرا مامان؟ خیلی خیلی به شما تبریک میگیم از این چه به ما اجازه مصاحبه دادید و همینطور از خداوند خوشحالیم که داریم شما رو اینجا میبینیم. خیلی سوال خاصی داشتیم از شما خانم دلم. از این که اتمسفر وطن رو دوباره داری تنفس میکنی چه احساسی دارید؟ عالیه، عالی اتمسفر ایران، ولی خب یه ذره هوای آلپ بهتره. ولی واقعا میخوام بگم هیچ جا وطن نمیشه. ایران، ایران، دوستتون دارم، دوستتون دارم. خانم مکری، از اینکه خدا من عمر دوباره به شما داده چه احساسی دارید؟ خیلی خوشحالم عزیزم، خیلی. میخوام از طریق همین دوربین شما، از طریق همینجا بگم خدای عزیزم خیلی ازت ممنونم که منو به وطن عزیزم ایران و پیش شوهر عزیزم سعید برگردوندی. شما رام ببوسم، خیلی خوشحالم، خیلی. یعنی شما میخواییم بگید از این که شوهرتون ازدواج مجدد کرده ناراحت نیستید؟ وای چقدر شما با مزه. نه عزیزم، نه اشتباه میکنی، شوهر من هرگز به من خیانت نمیکنه سعید. ولی خانم مکتی، ما اشتباه نمیکنیم. آقای سعید دلنگی تو دوره بیشتر از یک ماهی که ازدواج کردن. بله سعید! نیست تو سعید، بی تقصیر من، خودم شاهدم. تو چهلی شما خواهشم خمشید برین از اتاق بیرون. میگم سعید گوش کن به من چی میگم، هیچ جوری به اتاق نمیدم. نمیفهمم چرا این اتفاق افتاده، فقط دارم بهت میگم خودت زندگی منو به این بر میگردونی. همیشه من مثل قبل بشه. منظور چیه وضعیت قبلی؟ منظورم اینه که اون دختره مرجان طلاق. این غیر ممکنه، برای اینکه من مرجان رو دوست دارم. نه تو این مدتی کم جبگیر شدی، تو هنوز خودم رو دوست داری. اتفاقا برعکس، من الان مرجان رو دوست دارم، تو رو دیگه دوست ندارم. چی گفتی؟ همین که شنیدی. مثل اینکه من درست نشنیدم، یه دفعه دیگه بلند بگو. دوست داری بلند بشنوی؟ خیلی خوب، من دیگه تو رو دوست ندارم.
چرا؟ برای اینکه تو این دو سالی که باهات زندگی کردم یک دفعه نشد احساس کنم که تو واقعا همسر منی. همیشه این شوهر بودی برای من. وام بگیره پشت بری آه. تنها آرزوی من که بچه دار شدن بود و از من گرفتی. دیگه چجوری تحمل داری با تو زندگی کنم؟ نه خانم من نمیتونم با تو زندگی کنم. دیگه دوستت ندارم. خیلی بی‌وفایی. توفه من برو. بابا. سیمی خانم اجازه بدی بابا چرا شرط درک نمی کنی سعید دیگه اون سعید سابق نیست عوض شده میدونم همه تو بیزر بیادی بابا همش سه ماه مرده بودم بابا این رئیس کارخونه ما آدم عجیبیه مرجان هم دختر این رئیس کارخونه هستی که به نفع همه مون اصلا شما بیخیال شید نمیشم بیخیال آقا چی میگی من پدر تو اون سعید احمق و زنشو همه تو رو با هم در میارم بکش کنه رو ایگلو بخواب رجب ماما اینا کی بودن مثلا؟ محصولات سلولوزی نانسی بسته دیگه از دست سردرد گرفتم یه من داری ورور میکنی از اتاق بی بیرون نمیخوام دلم خوش بود که سه تا خواهر و یه دونه مادر سرزبون دار دارم سه ماه نتونستی شوهر منو واسم نگهداری بابا عقلتو نرسید یه سوپ گرم بپزید ببرید دم خونه که نپره تایی نشده که سیمین جون مردا که ارزش گریه کردن ندارم اگه مرد ارزششو ندارن تو واسه چی 400 پای تلفنی چیزی که زیاده تو این دنیا شوهر اگه زیاده چرا یکیش گیر خودت نمیاد راز میگه اینو ساکت چی عزیزم دخترم هر والیم نیست مامان من شوهرمو میخوام چرا نمیخوای تو اینو بفهمی خوش اومدین. سلام علیکم. تو چرا وایسادی؟ چرا بزنم تو آب بریز؟ بود دوری قهوه درست کن. این گل سوسن قهوه چی شد؟ من چی خب حق داره ناراحت بشه. منم بودم بهم برمیخورد. فکر کنم ما 4 تا رو ول کرده رفتم اون مونگل کوتوله رو گرفت. فکرشو بکن اگه من زن سعید میشدم بعد یه حسین این پیداش میشد. من که هر کاری کردم اون روز به من اصلا توجه نه. خیلی حرکت خوزش بود. خدا رو شکر که من کاری نکردم. من اون پسر اینجوری رو میخوام چیکار هزار تا خواستگار دارم این کارو میکنی خدا عمر دوباره بده ده دخترم من خیلی بدبختم مامی هر مرد دیگه هم جای سعید بود همین کارو میکرد مامان نداره ببین سمی من اول مثل تو فکر میکردم ولی بعد دیدم دارم اشتباه میکنم اون زبون املال خدای نکرده فکر میکرد تو مردی ولی حالا زنده ای بایدم نشون بدی که زنده ای همین آره مخصوصا به اون مرجان من نشون بدم که زندم بعد دوباره سعید مال خودم کنم ولی
چه جوری ماما؟ سلام سیمین، تو اینجا چی کار میکنی؟ این چیه؟ سوغاتی از پاریس واسط آورد. پاریس سوغاتی بهتر از این نداشت؟ مارک داره، ولی تو به خاطر این نیومدی. راستش بگو واسه چی اومدی؟ راستش اومدم ازت معذرت خواهی کنم بابت اون کارهای بدی که کرده. اومدم بهت بگم دیگه تصمیم گرفتم بی کدبانی تمام عیار بشم و هر موقعی هم که شوهرم دلش بخواد ما باید بچه دار بشیم. ببین سیمین، این تصمیم رو یکم دیر گرفتی. من راه رفته رو که نمیتونم برگردم. من با عشق و علاقه با مرجان ازدواج کردم، از زندگیم هم فوق العاده راضیم. بابا من هنوز زنتم، شرعن عرفن و قانونن. باشه اشکالی نداره، میریم رسما شرعن قانونن از هم جدا میشیم. بذار شاید تو بتونی یه شوهر بهتری پیدا بکنی. نه خیر، اون که امکان نداره، ولی مشکل اصلا یه جای دیگه است. مشکل چی؟ عاشقتم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم. چرا نمیفهمی؟ من تازه فهمیدم که من دوست دارم. بیبارو میشین تو ماشین برسونم. بیبارو نمیخواد تو نمیتونم. الو بابا. سعید نشین، رئیس باد کار فوری داره. اینجا رو میگم شاید تو گیری که من دیروز امضا کردم. نه آقای رئیس، نه امضا نکردم. این اون نیم قربان سلام هست شد. بگیرم به دیگه امضا میکنم. نه به خودم. این هم همون دیروز امضا نکردم. نه آقای قربان سلام هست شد. تو فکر نمی‌کنی وقتی کارمندا و کارگرا بفهمن سر دختر من هوو آوردی، اون وقت پشت سر من چی میگن واقعا؟ نگرانی شما بی‌مورد قربان، چون سیمین تلاش مذبوحانه میکنه. از کجا معلومه؟ برای اینکه میدونه من از زندگیم خیلی راضیم. با این حال بهتره رسما طلاقش بدی، چون کسی از این موضوع بویی ببره میدونی بر من خیلی بد تمام میشه. بله چش. اینجا؟ راستی قربان، شما مستحضر هستید که امروز چه روزیه؟ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. اون که بله، امروز در واقع روز سررسید چک بنده است. آچه. خب. باید اجازه. فرمودین که امروز چک دارین، بله؟ بله. خیلی خوب. شما سیمینو طلاق بده شرعاً، منم دستور میدم که پاداش رو بدن قطعاً. چطوره؟ خیلی هم عالی. مهران، مهران جان دستم به دامنت، پشو امضا نکرد بدبخت شدم. چرا لال شدی؟ پشت بریم یه کاری کنیم، پشت بریم بشین دکتر. ازم نکرد عزیزم. سلام هستید آقای دکتر. دکتر همینجا. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. علی ما چنناس خجالت نمیشید چه بی محل بده دست مردم. چی شد اونم دکو پوزت؟ تقصیر من چیه؟ زنم یهو زنده شد، مرده بود. زنده شد؟ نه نیوان کرک جدیده، تراولت میکنم. تراول دکتر پشتش چیکار میکنی؟ تراولت میکنم. دفعش کردی که پشتش رو که برش. بابا راست میگه، قصه شدنیه. بیا دکتر جو، بیا اینجا. به این ماجرا رو تو فوق مفصل برای تعریف میکنم. الان اصلا بیا اصلا یه آبی بخور خونکشی. بیا 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 بخور. این چیه؟ سمال وان گیمی دت بیگ وان بابا. بیگ بخور. I am so big. دکتر جو آشنا چه مهلتی چیزی بهش بده. غریبه که نیست. مهلت میخواد؟ بله. دو هفته کافیه؟ عالیه، خیلی هم عالی. بریم گوش. آخ جانم. اوکی. رقمش عوض میکنی؟ پشت نویسی میکنی؟ بله. دوتا سیگنیچر مامانم چی؟ میزنی پاش. تمام. چشم. فکر همه چی کردی سعید؟ این سری حسابت خالی باشه بالا میگیرم. بله. نه بابا این دفعه دیگه. دکتر بخور ببین ببین چقدر همه چی آرومه. بعدن خوشی پیدا. اینم دوتا سیگنیچر مامان پاش. ببرم.
خوش نویسیم کرد. Thank you so much. خیلی هم ممنون. بشمه مهران، هر جوری هست بعد وقت دادگاه رو بنازیم جلو. اگه دیر میرسیدی منو میخورد. من پرونده شما رو خوندم خانم مکری، شما موافقی؟ نه خیر آقا، خدا به دور، اصلا این چیزا تو فامیل ما رسم نیست. بعدم من با لباس سفید اومدم تو خونه این آقا، ایشالا 100 سال دیگه با یه جور لباس سفید دیگه هم میرم بیرون. مگه دست خودته؟ مملکت قانون داره، حق طلاق با مرده، مگه نه آقای قاضی؟ معمولا بله، اما در این مورد به خصوص در کنار مهریه نسبتا سنگینی که تعیین شده، شما 2 کیلو بال مگس هم اندل مطالبه باید به خانم مکری تقدیم بکنید. با خودتون آوردین؟ چی؟ 2 کیلو بال مگس؟ 2 کیلو بال مگس؟ کجوری؟ 2 کیلو کنه 2000، هر بال 2 میکرون بشه داره 2000 میشه نیست بکنه 88 میلیارد. نداریم اینقدر مگس، تو آمازون هست. پشم میشه آقای قاضی؟ نه خیر، فقط بال مگس. پس یه دفعه بگن اصلا نمیشه دیگه، هیچ راهی نیست؟ تنها راهش اینه که سرکار خانم رضایت بدن. سیمین جان عزیزم، من چیکار کنم که تو رضایت بدی؟ رضایت نمیدم. اصلا تو چرا نمیفهمی؟ من از شدت عشق و علاقم بس که اون موقع عاشقت بودم این شرطو گذاشتم. الهی اصلا ببینی که نمیفهمی که من یه موی گندیده تو رو با همه مگزای عالم هم عوض نمی کنم. ای خدا بابا، آخه این کار غیر ممکنه. چرا؟ بابا تو این مدتی که این مرده بود، دور از جونم، دور از جون شما، من رفتم یه زن جدید گرفتم. اینم شد دلیل؟ دلیل محکمه پسند بیارید آقا. فقط لازمه که عدالت رو بین زنهاتون رعایت کنید. عدالت. پیاده نمیشی؟ با چه روی پیاده بشم؟ چجوری این موضوع رو به مرجان بگم؟ خیلی خوب، اصلا نمیخواد خودتو اذیت کنی، من پیاده میشم خیلی راحت بهش بگم. مگه من مردم که تو حرص بخوری عزیز دلم؟ الان میام. چی ناراحت باشم؟ اگه آقا سعید بگن حتما مصلحتی تو کاره، منم میگم چشم. دروغ میگی، دروغ میگی. میخواید با این اداهات، با این آرامشت منو عصبی کنی، ولی کور خوندی خانم محترم. من حقم ازت میگیرم، شوهرمو پس میگیرم ازت. به خدا دروغ نمیگم، من همیشه دوست داشتم یه دونه خواهر داشته باشم. میتونیم عین دوتا خواهر در کنار هم زندگی کنیم. خواهر بگیرم، شوهرمو میخوام، میفهمی؟ خب نمیخوام طلاق بگیرم، مگه زوره؟ آقا سعید رو دوست دارم. مرجان مقدم، من هر 2 سال یه بار شوهر بمیری. چی شده؟ چی کار داری میکنی؟ بوش، خواهش میکنم بفرمایی تو خسته نباشی. من میارم از درد نکنه، بلنجم و شکون نه خانم. چرا این چمدون رو الان کتفا باز شده؟ ماساژ هم بلده شده. ایسی این چون دست درد نکنه. آبا جایی توش پار کریستاله. شما خسته شدی؟ بفرمایی نه سمین، بدیم به من، بدیم به من، کدتون رو بدیم به من. ماشالله چقدر بالایی. بفرمایید، خسته شدم. خواهش میکنم بفرمایید. چیزی میخوای برات بگم؟
که من نمیتونم بخورم. چرا میتونید؟ شما مردین باید زیاد بخورید. بله دیگه نیاز دارین که قوتتون خیلی زیاد بشه. اینم الان حرارتش کاملا مطبوعه. آقا سعید من این آب پرتقال برای شما آوردم. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. بفرمایید آقا سعید. بفرمایید. ای اون کوچیکه اینو بخورید. چی؟ یه ذره. آقا سعید این گل برای شماست. میتونه کنو بخوره عزیزم. چرا آقا سعید؟ شام تا یه ساعت دیگه حاضر. سعید جان تشریف بیارید غذا. براتون ماسالا دوسا پخته. آقا سعید غذا یخ کرد. به 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 دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. یه مانه نمیشه من امشب شام نخورم؟ اوا معلومه که نمیشه. آقا سعید من براتون خورشت قیمه پختم. عزیزم ماساله دوسا اون غذایی که تو اون رستوران هندیه چه شب شاعرانه‌ای بود. یک عالمه شام واسه من روشن کرده. آقا سعید اصلا غذای خارجی دوست ندارن. خارجی نیست غذای من خانم، هندیه. به هر حال خورش قیمه های من یه چیز دیگه است. مخصوصا وقتی برای آقا سعید میپزه. ولی قیمه به هر حال یه غذای کلیشه‌ایه. یه که همه دیگه میدونن قیمه کلیشه‌ایه. ما میخوریم اینو خودم میخورم دیگه. واسه چی داد میزنی سعید؟ داد میزنه که داد بزنه. مرد باید داد بزنه. آقا سعید یه شب که سر من داد نمیزنن و روز من شب نمیشه. از اون نظر. عزیزم این چینی ها مارک داره، الکی نیست که. تک تک از این برانور دنیا خریدمشون. اینجا رو پر آب میکنیم میذاریم بمونه با مای ظرفشویی. واسه همین بود خونه زندگیت انقدر کر و کثیف. ببخشید مثل که من مرده بودم. تازه قبض آبتونم دیدم بیچاره آقا سعید. وای وای نرسیده تتو همه چیو تا تش در آوردی. آره اینجور دستکشو بده من میشورم. سیمین جون جون نکن واسه من میخوام بشورم. من میشورم. بگم بده به من. اوه چه زوری هم داره. چی شده؟ چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چی کار داری میکنی؟ من اینجا نمیذاره من ظرفا رو بشورم. آخه قربون اون صورت زیبات برم، من دیگه پیشبند بسته بودم. اگه به پیشبند عزیزم بیا این پیشبند. اینجا خونه من، من ظرفا رو میشورم. اصلا خونه من و تو نداره که قربون، در خونه آقا سعیده. امشب من میشورم فردا شب شما میشوری. من از هر دو تو مود ظرف شستم. زرنگی من امشب میشورم فردا شب نوبت شما. نه دیگه زرنگی نه، حرفای خوبی نیست. من ازت بزرگترم، میگم من میشورم، شما فقط میگی چشم. من فقط به آقا سعید میگم چشم. دیگه داری کلافم میکنی یا مرجان؟ ببین من باید ظرفا رو میشورم. نه عزیزم بده به من اینو. خودم میشورم. این چی میمون؟ من بس کنین دیگه. یکیتون بشوره یکیتون خوش کنه. چشم چه فکری. خدا هیچ خونه ای رو بدون مرد نذاره. بشور. سعید جون عزیزم بیا همون لباسیه که گفتم از فرنگ واسه تو آوردم پوشیدم، بنفش یاسی. در ضمن رخت خوابت هم آماده است، میتونی تشریف بیاری بخواب. وا این چه کاریه، جای هر شبشون میخوابن. نه دیدی ترجیح میدن تو همین اتاق بخوابن. نه تو این اتاق میخوابم نه تو این اتاق. امشب ترجیح میدم برم رو کاناپه بخوابم، بهتره. واو.
خب آخه کمرتون درد میگیره آقا سعید. نه خوبه، کنار پنجره از یه بادی هم میخورم خنک میشه. وای خب سرما میخوری؟ نه پتو هم دارم. آقا سعید آب بیارم بذارم بالا سرتون؟ نه ممنون. چیزی میخواین براتون بیارم؟ هیچ هیچ. یه چیزی بگیم براتون بیارم؟ هیچ. ببخشید سرتون لطفاً بالا بگیرید. بفرمایید خواهش میکنم. توی این خونه بالش هست. وای دیدم آقا سعید گردنتون رو بلند کرده. انقدر به پوستم استرس وارد شد امروز که مردم. از دست تو، به خاطر تو از حق داشتن شوهر که جزو حقوق اولیه خودم محروم شدم. من خیلی فکر کردم سیمین جون، اینطوری نمیشه. بعد چطوری میشه؟ صبر کن. ببین دکتر درینک واتر میگه اینها، ما زنها برای رسیدن به حقوق برابر باید انقدر به هم نزدیک بشیم تا درک صحیحی از تفاوت‌های همدیگه داشته باشیم. همین چیزا رو میخونی که شوهرات دو سال دست در میرن دیگه. برابر ستمی که جبر جامعه به ما روا داشته به یه اتحاد برسیم، دیگه هیچ مردی نمیتونه حقوق ما رو بازیچه دست خودش بکنه. بس چیکار کنه که با دست خودش بازی نکنه؟ ما باید یه عهدنامه بنویسیم. برو بابا، تو هم جوگیر شدی یا؟ مثل که ما با هم دشمنیم، هووییم. همین جوری هم که الان چپیدیم کنار هم مجبوریم داریم همدیگر رو میپاییم. وقت بیاییم واسه همدیگه نامه بنویسیم. بی سواد. عهدنامه. بعدش هم دشمنا عهدنامه می‌نویسن دیگه. دوستا که به این چیزا احتیاجی ندارن. حالا هر چی. اینطوری از هر گونه حمله آقا سعیدم مسئول میمونه. اینجوری که تو واسه ما نقشه می‌کشی قربونت برم، نه اون آقا سعید بیچاره جرأت می‌کنه حمله کنه، نه اینکه من و تو از دست هم دیگه خلاص می‌شیم. ما تا آخر عمرمون بهت قول میدم تا وقتی که موامون رنگ دندونامون سفید بشه بیخریش هم دیگه. این من این تو حالا می‌بینی. تکون بده دیگه هیکلو. بفرمایید. شما بفرمایید. اومدم. چه خبره؟ اعتراف کن. به چی؟ بگو که همه اینا نقشه بوده. چی؟ بگو که سیمین دوست داری. من؟ بگو که میخوای دوتا زن بگیری. اعتراف کن دوتا. من غلط بکنم دوتا زن بخوام؟ بابا من پس یکیشم به زور برمیام. کشتی شوهرم رو کشتی. ولش کنین. چی میگی تو؟ من بگو که دلم واسه تو میسوزه. چه خبره اینجا؟ این آقا بیادبه اینجا چی کار میکنه؟ سیمین جون ایشون پدر بنده هستن. چقدر بنویسم که پاتو از زندگی دخترم بکشی بیرون؟ من چقدر بنویسم که شما و دختر خانمتون تشریفتون از زندگی من ببرین بیرون؟ هری سیمین اون که دسته چی که منه، تازه تو حسابم 10 میلیونم کسری دارن. خانم این وسط من رئیسم، با من در نیفتین، به هر دو تو میگم، مفهومه؟ آقای محترم این وسط من زن اولم، حرفتونم نمیفهمم. بابا من دلم نمیخواد دخترم هوا داشته باشه. به کی بگم؟ عمرن جوش نیارین، آروم باشین. آخه نظر دخترتون اصلا این نیست. مرجان جون شما نظرتون اینه؟ دخترم تو هم نظرت همینه؟ نه چندان. بفهمید نه چندان. یعنی میدونین چیه؟ اگه آقا سعید برای سیمین خانم یه خونه دیگه بگیرن خیلی خوب میشه. چی میگی دخترم؟ مگه تو حالیت نیست؟ ببین اگه برای سعید یه آپارتمان بگیرم اون وقت تا سال دیگه هم سایه‌شو نمیتونی ببینی. سعیدو میگم. عمرن بابا جون چیه؟ ببین اگه شما اجازه بدین همین آپارتمان بغلمون خالیه، سیمین جون بیا جهیزیهشو بذاره اونجا، بعد منم اینطوری هر شب آقا سعیدو میبینم. چی؟ یعنی دو تا آپارتمان سازمانی بدن به یه نفر؟ عمران بابایی به آسایش و راحتی دخترتون فکر کنید دیگه. خواهش میکنم. ببین تو که نمیتونی مرجان طلاق بدی چون من نمیذارم. عمرم. بله. درسته؟ بله درسته. نمیخوای که تا آخر عمرت هم دو تا زن داشته باشی، درسته؟ هیچ وقت. من اون آپارتمان بغلی رو میذارم در اختیاره، پاداشم تصویب میکنم ها. ولی تو باید قول بدی به مرور این زنی که رو دست به سر کنی بره. یه وقت قضیه زندگی با سیمینو جدی نگیری، فکر کنی دو تا زن داری. خیلی هم عالی. پس حل. حل. خب عزیزم، خانوما ما به توافق رسیدیم. بله؟ بله. خیلی هم عالی. بیارید. فقط به در دیوار نزن اینو، زخمی نشه اینو. یواش یواش. خیلی هم عالی. آقای مهندس ازدواج کردی؟ حاک تو گورت کنم. ما اصلا طلاق نگرفته بودیم که بخوایم دوباره عروسی کنیم. بریم بالا بفرمایی سمیتو.
اینجا؟ اصلا قضیه مرجان خانم چی میشه؟ مرجان خانم یه واحد، سیمی خانم هم یه واحد. هر گلی یه بویی داره. آره؟ تو چشت دارد. مرجان جان، خانم جان، جان جان نیست که خودم یه چهار بگذرم. اینا رو که خسته نباشیم. اینجا بودی؟ اینا رو که ریختی؟ تازه برایشون غذا هم درست کردم. نه بابا چه عطری، اینو به اونا میخوای بدی؟ بابا ولشون کن، خودمون شب بخوریم. به اونا زنگ بزن برایشون یه دونه غذا بیرون میارن. هرچی شما بدی بیا. اینا بده این دست من کمک کنه. نه 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 شما بهتون فشار میاد. فشار نمیاد. بده. من میبرم. کمک میکنم. شما بفرمایید. میبرم ما. دست درد نکنه. بیا. آقا سعید. جانم. خواهش میکنم شما چیز سنگین بلند نکنید. بهتون فشار میاد. چش. ببخشید. بفرمایید. شما بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام. شربت. چای. شربت. چای. شربت. ممنون. اشکال نداره. اولش یه خود هنوز براشون جا نیفتده. دختر این تلفنتون چرا انقدر اشکاله؟ آخه زنگ زده بودم رستوران داشتم غذا سفارش میدادم. دیگه چی؟ دیگه چای و شربت هم آماده کردم. بیچاره ها از صبح دارن کار میکنن، خسته شدن. ای بابا، من مثل که به جای سعید باید روی تو بیشتر کار کنم. آره؟ دختر تو اصلا عالیت نیست. بابا هوا اومده سره، تو رفتی براش چای و شیرینی و چون غذا سفارش دادی؟ لابد بعدش هم میخوای بری باهاشون نهار بخوری. آره؟ ای از کجا فهمیدی؟ ولش کن آقا جون. سعیدم بیچاره داره پا به پای این کارگرا کار میکنه، طفلک خسته شده. خدمت اونم میرسم. گوش کن مرجان، ببین چی میگم. تو باید از خودت اقتدار نشون بدی. اقتدار نشون میدم، ولی نه مثل شما. به سعید بگو اگه به پدرم قول نداده بودی که طرف اون دختر دیگه نری. چشم، الان میرم میگم. ببین بگو اگه دستورات من سرپیچی کنه از کارخونه اخراجش میکنه. من با کسی شوخی ندارم، فهمیدی؟ نه بابا اخراجش نکنید، کار از این بدتر میشه ها. یعنی من چیکار کنم؟ دست رو دست بزنم تماشا کنم؟ من که نمیتونم بهش گیر بدم، فکر میکنه افسارشو گرفتم دستم ول نمیکنم. برای موفقیت در زندگی مشترک باید مرد خود را آزاد گذاشت. سلام. سلام شما این مرجان جون چطور؟ بله براتون مشقاب تمیز آوردم، در ضمن زنگ زدم رستوران غذا سفارش دادم الان میرسه. وای دستتون درد نکنه، چقدر شما خوبین. میدونین اصلا من فکر نمیکردم شما اینجوری باشین. چه جوری؟ یعنی که اصلا شبیه هوا نیستین. مرسی عزیزم. سپیده تو اینجایی؟ سلام. ای سلام مرجان جون، ندیدم ات عزیزم، ببخشید ببخشید. مرجان جون زحمت کشیدن، هم برای نهار برامون غذا سفارش دادن، همین که بشقاب تمیز آوردن. آره دیدم عزیزم، برو به خواهرات کمک کن. بودو دخترم، بودو عزیزم. خب مرجان جون، میبینم که بالاخره با سیمین من همسایه شدی. بله، چی از این بهتر؟ بله، چی از این بهتر؟ مامان جون، چی نظرتون چیه که بریم داخل و نهار دور هم باشیم؟ مامان جون، آره، خیلی آره، خوش میگذره. چرا نه، چرا نه، خواهش میکنم، بفرما دخترم، خواهش میکنم. بله، بفرمایید، بفرمایید. ببخشید آقا سعید، چیزی شده؟ نه چیزی نیست. آخه از وقتی از خونه سیمین خانم اومدین همش تو فکرین. یه لحظه بلند شین. سیمین؟ من مرجانم آقا سعید. آه ببخشید. مرجان اگه یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ نه، به قول شوهر دومم زن که نباید از دست شوهرش ناراحت بشه. من امروز احساس کردم که سیمین رو هم به اندازه تو دوست دارم. مطمئنین به اندازه من دوستش داریم؟ فکر کنم. یعنی بیشتر از من که دوستش نداری؟ نه نه به هیچ وجه. حتی یه ذره؟ حتی یه ذره. خب اشکالی نداره. تو اصلا ناراحت نمیشی؟ نه. ببین سیمین، ببخشید مرجان،
خیلی دلم میخواد بدونم که برای چی من دوباره به سیمین علاقمند شدم. تو چیزی به نظرت نمیرسه؟ من؟ ها نه. به هر حال شما زن، این زن ها معمولا بهتر هم دیگر رو درک میکنن ها؟ شاید چون اصرار سیمین برای زندگی با شما اصرار به جاییه. چرا؟ خب منم اگه جای سیمین بودم همین کارو میکردم. اون طفلکی که گناهی نداره افتاده تو یخ و یخ زده، بعدش هم زنده شده. میگم مرجان بیا یه قراری بذاریم. چه قراری؟ بیا همون کاری رو که قاضی گفت انجام بدیم. مگه قاضی دادگاه چی گفت؟ قاضی گفت که من باید عدالت رو بین شما دوتا اجرا کنم. خب اول کدومتون میکشه؟ بکش. اول سیمی خانم بزرگترن. خیلی خوب، سه دقیقه. بخم اینم باشه. ببینم نصفه به تو افتاد. باشه پس شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. مامان منم زنده بود من الان میرفتم پیشش. آخه میدونی چیه، اینجور وقتا آدم یه آغوش گرم لازم داره. آخه الان بمیرم. ببخشید عزیز دلم، بیا تو آغوش گرم خودم. آخه جگر آدم کباب میشه عشقاتو میبینم. آخه میدونی مادرم هم توی یه شب رفت و برد. خواهی تو سرت سعید، حقت. اینم شد زندگی واسه خودت درست کردی؟ بیا تو تو خونه داری بدبخت؟ باید بری رو موقع بخوری. نشد زهره، نشد. شنیدم قرار گذاشتی یه شب بری خونه این زنت، یه شب بری خونه اون زنت، دیگه چی؟ چی به شما گفته؟ حالا هرکی. مرجان اگه شکایتی از زندگیش داره بهتره بیاد به خود من بگه. مرجان اگه از این ارزا داشت که من غمی نداشتم. پس اگه اجازه بفرمایین بنده خودم این مسئله رو حلش میکنم. یعنی چی اجازه بدی من خودم این مسئله رو حلش میکنم؟ منظورم اینه که دیگه دلم نمیخواد کسی تو مسائل من و همسرام دخالتی بکنه. بله. چی گفتی؟ همین که شنیدی. وایسا اینا. وایسا. نشونت میدم. نشونت میدم. خانم اعتمادی فرم پاداش آقای دلنگیز رو خیلی زود بیارید. فوری دوم در آوردی واسه من ها؟ اون دوم تو از زیر میچینم. حالا میبینی من قطعا پدرتو در میارم. بیرون از همین الان اخراج. بیرون به درک. خیلی هم عالی. بله. با آقای مهندس بفرمایید همین فردا خونه رو تخلیه کنن. بله؟ یعنی بازم طلا؟ دخترم من خیر و صلاح تو رو میخوام. این شوهر به درد تو نمیخوره.
هر زنی جای تو بود اسم هوا رو میشنید آسمون رو به زمین میدوخت. تو چرا اینجوری هستی دختر؟ شما نمیدونین چرا؟ یعنی واقعا نمیدونید که مردم تو این جامعه کوفتی چجوری به یه زن متعلقه نگاه میکنن؟ حق دارین، برای اینکه زن نیستین. برای همینه نمیخوام شوهرمو از دست بدم، برای اینکه نمیخوام دوباره زیر نگاه این مردای چاپلوس باشم. ولی شما چیکار کردین؟ با خودخواهیاتون همه چی رو خراب کردین. من خراب کردم؟ بله. سعید پر. مگه کشکه؟ کجا پر؟ چه میدونم، حتما خونه سیمی. من پرفرش میکنم. با کی کار داری؟ راستش من دنبال یه خانم هستم که بعید به نظر میرسه شما مادرش باشه. حتما منظورتون سیمینه نه؟ درست خانم، شما خواهرش؟ خیر، من مادرشم. عجب، چطور مگه؟ بهم نمیاد؟ اصلا، قطعا، مطلقا خانم. واقعا تو نظر لطفتونه من، خیلی ممنون. با سیمین چی کار داریم؟ در حقیقت خدمتتون عرض کنم که من با سعید کار داشتم. ای ولی چجوری بگم، خدا کمکم کن. ببینید خانم، اصلا به نظر من مگه اشکالی داره که یه مرد دو تا زن داشته باشه؟ بخصوص اینکه سهواً باشه، عمدن نباشه. شما میدونید که تو شرع هم منع نشده، در عرف هم همینطوره. یعنی یه مرد میتونه دو تا زن داشته باشه. این اصلا نباید باعث کدورت بین داماد و پدر زن بشه. بخصوص اینکه من خودم تنها زندگی میکنم. دوست دارم خانم یک خانواده دور هم تشکیل بدم، با هم یه زندگی بکنیم. اصلا میدونی خانم، سعید این پسر من میمونه به خدا. یعنی اگه یه روز تو کار آقای مقدم، آقا سعید اینجا نیست. در ضمن اون واردیو که فرمودین شرع و عرف گفته، مال اون زمانایی بود که مردم مرد بودن، نه مثل حالا. ای خاک بر سرت، ببین به چه روزی افتاده. اگه به دو نفر پول میدادی همچی بری زن به ایکلت گلا، اینطوری نمیتونستن گل بارونت کنن. خیلی حیف شد، زندگی خوبی داشتم. با کدومشون؟ سیمی یا مرجان؟ با هر کدومشون یه مدلای خوب بود، ولی هر دوشون با هم اصلا ابدا. ببین عزیز من، کار تو از این حرفا گذشته، حالا میخوای چیکار کنی؟ الان باید از دست جفتشون خلاص شم. این فقط یه راه داری، باید یه جوری در بری خودتو گم و گور کنی. یعنی اینجا برم؟ دقیقاً، هر چی زودترم بهتر. کجا برم؟ کجا رو دارم برم؟ باید یه جایی بری که کسی نشناستت دیگه. کجا؟ تو بگو. یه طوری حرف میزنه آقا اینکه هنرپیشه نقش اول سینماست، هر جا بره تابلو باشه. من چه میدونم، علیشر قزوینی، بوینک ورامینی، استعباناتی. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، ما تسلیم. آقای موفق، دکتر چیکار کنم که بهش بده کارم؟ خدا بزرگه بابا، دکتر حالا یه کاریش میکنی. مسابقه رو به سوکتیممون دو هیچ عقب آقا. دو هیچ؟ بابا این فرگوسن اصلا شیر سماور تو مغزش. بابا بکش بیرون اینو. بابا سلام جناب مقدم. سعید اینجاست؟ سعید؟ آره. راست بگو وگرنه اخراجت میکنم. زود باش. سعید اینجاست؟ بله. کیه؟ سعید جان بیا پایین، با شما کار دارم. اومدم. کی با من کار داره؟ سعید جان تو چرا انقدر زود رنج شدی؟ قربون تو برم، حالا ما یه چیزی گفتیم، تو چرا جدی گرفتی؟ عزیزم تو ناسلامتی دوباره من هستی. بیا پایین، باید کار دارم، قربون برم. بیا. نمیام. ببین عزیزم، بیا پایین، بیا برو دنبال کارت، بیا برو با مرجان زندگی تو بکن. حتما. آقای مقدم ببخشید، پس سیمین من چی میشه؟ من میدونید اصولا با شما موافقم، به شرطی که خودشون هم در این مورد راضی باشن. وقتی یه مرد زن میگیره یعنی انگیزه به کارش زیاد میشه. همون مرد موقع که دو تا زن میگیره انگیزش دو برابر میشه. حالا بگذاریم از اینطور مخبارم، اصولا مجردم. شما چطور؟ آقای رئیس، پاداش من چی شد؟ بیا اینجاست، ببین. الان میرم. اصلا نگرون جوای مقدم. نه نه، این بار اگرچه که سعید برگشت بخوره دخلش اومده. برگشت بخوره؟ من مثل شیر پشت سر دامادم وایسادم حرفا میزنی. میگم به سعید عزیز من، به 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 بیا تو بغلم. وای وای حالت چطوره پسر جون؟ طبیعتی آقا سعید، لطفا
نگام کنین، دلم میخواد براتون اعتراف بکنم شکفتم تو این طبیعت. لازم نکرده، میدونم چی میخوای بگی. لابد میخوای بگی برگشتنت از اون نقشه بوده، واسه همینم یه کاری میخواستی بکنی که من از مرجان جدا شم که برگردیم سر خونه اول. بله اون یه قسمتش بود، ولی من میخواستم که یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم. آقا سعید منم میخواستم یه اعترافی بکنم. نمیخواد بگی، حدس میزنم تا هم چی میخوای بگی. لابد میخوای بگی که همون کاری که با شدت و حدت تو خونه برای من انجام میدادی از رو نقشه بودی که منو از دست ندی. خب اون که بله، ولی الان میخواستم یه چیز دیگه بگم. جون میده برای اسکی. ببخشید آقا جون، من داشتم اعتراف میگردم که خود رنده پریدی وسط اعتراف من. سعید جون منو نگاه کنی، من اول میگم، من اعتراف میکنم که من با آقای مقدم جریان طرح زوج و فرد رو گفتم. من اینکه شما میومدین خونه من دیگه گفتم، بعد اونم اخراجتون کرد. خیلی هم عالی. آقا سعید منم میخواستم بگم عوضش من یه کاری کردم که بابام دوباره شما رو استخدام کنه تو کارخونه. خیلی هم خوب. این که اعتراف نبود عزیز من، این خودشیرینی بود. بود که بود آقا سعید، همه اینا به خاطر اینه که من شما رو خیلی دوست دارم. با اگه اینجوری خودتم میدونی که من عاشقتم. آقای مقدم اون شیشه رو بده پایین، من دارم داغ میکنم. شیشه که پایین عزیزم، البته اگه منم جای تو بودم داغ میکردم قطعا. آبی الان سه تا لباس منه بزن. من از تو کوچیک‌ترم. میگم شما تشریف نمیارین؟ نه ما از اینجا تماشاتون میکنیم. بله ما از دور رواتون رو داریم قطعا. بهتون خوش بگذره. به شما بیشتر خوش میگذره حتما. خیلی هم عالی قطعا. خیلی هم خوب. بهتون باید شوز کنی بری پایین. هشت بلد نمیخواد به من یاده. با من تو پیستای ایران قفل میکنم. آی ترمزش کدومه؟ مرگم بده، افتادتون دره. وای یعنی مرد؟ آره دیگه، آره اونجا عمقش 40 متری نمیشه. شاید مثل تو مرده باشه زنده بشه. بابا اون خارج بود که همه چی علکیه، اینجا دیگه کسی مرد مرد. وای خدایا. خلاص شدم مهران جان، خلاص. بزن بریم. خب کجا بریم؟ نمیدونم، فقط برو یه جایی که زن نباشه. شما همچین جایی سراغ داری؟ اینقدر میگردیم تا پیدا کنیم. برو سرمهندس پروژه شما این برو نجات پیدا کرده. نجات پیدا کردن. سعید اینجا مثل که خبراییه. چیه چهار تا زن هم دیگه؟ با چه شده چهار تا زن خور؟ ها؟ اینا که دوستایی سیمین هم. برو وای نسی ها، برو الان منو میبینم میشستم بد میشه. برو کجا برم؟ این تفلکی ها گارونه خالی بنزین دستشونه. درک برو بدیکم الان منو میبینم آقا برو میره. برو احسان دوستید کجا رفته؟ هیچ فکر کردی بزنیم بریم این تفلکی نازنینای معصوم چیکار میکنن؟ مردشو تا ببرن الان. من مشکلی پیش اومده. ببخشید. ما احتیاج به بنزین داریم. آی آی. اتفاقا باک ماشین من پره. ببخشید. خواهش می‌کنم، این خانوما هم با شما هستن؟ بله. باک بنزین. هیچ راهی برای فرار از دست این زنها وجود نداره. بودنت یه جور غمه، نبودنت یه جور غمه، تو نباشی تو شبام ماه از آسمون کمه. وقتی هستی انگاری راهی به آسمون دارم، گاهیم از دست تو سر به بیابون میذارم.
رو دوست دارم با تو، اگه سر به سرم نذاری و بگی که دوستم داری و شادی و با خودت بیاری. زندگی رو دوست دارم وقتی که روبرومی و آروم و سر به زیری و قصه رو از دلم میگیری. میخوای میپری، هر کی میخوای میمونی، اما به من که میرسی از درد و غم هات میخونی. داغ دلم تازه میشه وقتی صداتو میشنوم، اما بازم تو آسمون توی ونوس هر شبم. زندگی رو دوست دارم با تو، اگه سر به سرم نذاری و بگی که دوستم داری و شادی و با خودت بیاری. زندگی رو دوست دارم وقتی که روبرومی و آروم و سر به زیری و قصه رو از دلم میگیری.